ما در خدمت به ایران با مشکل و مسئله‌ای برخورد کردیم و می‌کنیم که خود عیسی مسیح هم با این مسئله روبرو بود. مسئله چیه؟ عیسی مسیح در متا فصل 9 می‌بینیم انقدر زحمت می‌کشه. این ور برو، اون ور برو، برای این دعا کن، شفا بده، معجزه کن. ولی آخر فصل می‌بینیم خسته میاد، دلش می‌سوزه، مردم رو می‌بینه پر از احتیاجات، میگه وای، به شاگرداش میگه دعا کنید. محصول فراوانه، احتیاج زیاده، به این قوم نگاه کنید دلتون بسوزه و دعا کنید خداوند همکاران بفرسته. برای ایران هم ما با همین مسئله برخورد کردیم و میکنیم و اون اینه که خدا ایران رو آماده کرده. احتیاج هم خیلی زیاده، هر چقدر هم زحمت بکشیم بازم احتیاج زیاده، ولی در این حال محصول فراوانه. ایرانی ها آمادن که نجات خداوند عیسی مسیح رو تجربه کنن، تبدیل زندگی رو تجربه کنن و برای مسیح بایستن. پس با این مشکل بعد چجوری برخورد کنیم؟ همونطور که عیسی مسیح برخورد کرد. عیسی مسیح به شاگردانش گفت دعا کنید، اول گفت ببینید، دلسوزی کنید، بعد دعا کنید که خدا همکاران بفرسته و دعا کردن و بلافاصله آخر فصل 9 اول فصل 10 میگه حالا که دعا کردید خودتونید، یعنی شما رو میفرستم و شما باید برید و بقیه وقتش رو تمرکز کرد عیسی مسیح که شاگردانش رو تربیت کنه، آماده کنه، مجهز کنه و بفرسته. من و شما که میخوایم ایران نجات پیدا کنه با همین مسئله برخورد کردیم. میلیون ها نفر در سختی هستن و باید با همین راه حل مسیح جلو بریم. یعنی باید چیکار کنیم؟ اول باید چشامون رو باز کنیم، باید قلب مسیح رو بگیریم. من و شما باید قلبمون برای ایران و ایرانی بسوزه، بتبه و باید درد بکشیم، ببینیم احتیاجشون رو. بعد دوم باید دعا کنیم، دعا کنیم برای ایران. دعا قدرت داره، دعا ایران رو عوض میکنه و دعا من و شما رو عوض میکنه و آماده میکنه. و سوم این که تمرکز کنیم مثل عیسی مسیح روی تربیت خادمینی که آمادن. برای همین در شبکه 7، در کلیسای 7 ما کلاسایی رو شروع کردیم. اینجا میبینید من الان تو ست کلیسا کلاس هستم، اینجا دارم کلاسایی رو ضبط میکنیم برای تربیت رهبران. و امروز میخوام بگم اگر دلت برای ایران میسوزه، اگر دلت برای تبدیل ایران میتپه، میخوام دعوتت کنم به زودی ما مدرسه تربیت رهبران رو شروع میکنیم و شما هم دعوت دارید که با ما همراه بشید تا شما رو مجهز کنیم تا ایران نجات پیدا کنه. برای عزیزانی که کنار ما ایستادید، برای عزیزانی که ما رو حمایت مالی میکنید، دعا میکنید، خدا رو شکر با شماست که ما این کارو میکنیم. اگر شما نباشه اینجا رو باید ببندیم و میخوام خدا رو شکر کنم که وفادار هستید. ولی غیر از هدیه دادن و دعا کرد، و سوم میخوام دعوتتون کنم با ما همراه بشید. چطور؟ در مدرسه تربیت رهبران شرکت کنید. دعوت دارید.